درود. با 180 ثانیه جمعه 27 دیماه ما رو همراهی کنید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در خطبه های نماز جمعه رخدادهای دو هفته گذشته را پرماجرا و استثنایی خواند و مدعی شد که معترضان به حادثه سرنگونی هواپیما فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی هستند. او همچنین گفت برخی به تبع و هدایت تلویزیون‌های انگلیسی و رادیوهای آمریکایی سعی کردند ماجرای سقوط هواپیما را طوری آرایش دهند تا حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا و تشییع قاسم سلیمانی فراموش شود. علی خامنه ای به پاره کردن عکس قاسم سلیمانی در جریان اعتراض‌های اخیر ایران واکنش نشان داد و گفت چند صد نفری که به عکس سردار سلیمانی اهانت کردند جزو مردم ایران هستند و یا چند میلیون نفری که او را تشییع کردند. او در واکنش به شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران نیز که توسط عده زیادی از معترضان در سالهای گذشته مطرح شده است گفت افرادی که این شعار را دادند فریب خوردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویری از پخش زنده شبکه یک صدا و سیمای ایران را از اطراف مصلی تهران منتشر کردند که نشان می‌داد بعضی از نمازگزاران از رد شدن روی پرچم آمریکا خودداری کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت ناو هواپیما بر شارل دوگل در راستای حمایت از عملیات نظامی این کشور در خاورمیانه علیه داعش به این منطقه اعزام می‌شود. او گفت این ناو از آوریل تا آپریل سال جاری میلادی به این منطقه اعزام می شود و سپس در اقیانوس اطلس و دریای شمال مستقر خواهد شد. حمید فرخ‌نژاد هنرپیشه و کارگردان سینما و تئاتر در واکنش به تهدید یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه هنرمندانی که جشنواره‌های فجر را تحریم کرده‌اند اعلام کرد او نیز به رغم آنکه اثری در این دوره جشنواره ندارد آن را تحریم می‌کند. وی افزود باشد که یاد بگیرید با اصحاب هنر با زبان زور و تهدید صحبت نکنید. نصرالله پژمانفر نماینده مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس عنوان کرده بود او و شماری دیگر از نمایندگان مجلس طرحی را برای محرومیت هنرمندان معترضی که از شرکت در جشنواره‌های فجر انصراف دادند ارائه خواهند کرد. گزارش ها حاکی است که در حملات هوایی جنگنده های روسی و سوری به مواضع شورشیان در استان ادلب دست کم 21 نفر کشته شدند. این حملات هوایی با بمب های بشکه‌ای در یک بازار تره‌بار اتفاق افتاده است.